بریم ببینیم چجوری آبزو میسازن اینجا. بازدید از کارخونه آبزو سازی. بله این شبیه هیتلر وسطیه داداشش احتمالا. میخواییم بریم تو بچه اینجا فروشگاه داخل کارخونه هستش، با تخفیف میفروشن به دانشجوها یا مردم عادی. منظورم میگم دانشجوها. اه شیشه هاشو ببین، اسم این کارخونه دتمولده هست، یعنی برند که تولید میکنه دتمولده هستش، اسم شهر برداشت کردن، شهرمون دتمولد هستش. بچه ها میتونیم برچسب ها پلاکان هم از اینا بخریم، خیلی خفنه. بعضی رو ماشینشون میزنن، بعضی ها تو اتاق خوابشون، هرچی 10 یورو یه دونه. این هم بخش اکسسوری و لباس هاشون هستش با برند خودشون. حالا یکی اومده دوست داره از این شهر یه سوغاتی چیزی بخره، میتونه از اینا بخره. و یه سری محصولات دیگه هم دارن با همین برند، ولی کارخونه اش اینجا نیست، فقط میفروشن اینجا. اینجا فقط آبزو میسازن و یه سری مشروبات دیگه. حالا میریم تو این یه سری از محصولاتشون از خونک. Let's already started. Thank you. Oh, that's sweet. Yes. We started with a sweet one. از جا به سلامتی همهتون. این دم ورودی دادن، گفتم رو یه زای شیرینه خوبه، بچه ها دارن تستش میکنن. سیرس میگه که سال 1863 اینجا ساخته شده و از اون موقع داره تولید میکنه. خیابون پایینه، من همیشه میرم پارک از اونجا رد میشم، همیشه اینجا رو میدیدم، فکر کردم ساختمون اداری چیزیه. خب نمیدونستم ساختمون کارخونه آبزوسازیه. میگه صاحب کارخونه اینجا زندگی میکنه، سخابه هستش و همینجا هم زندگی میکنه. اون دیگه بزرگ داخل میبینین، اگه گذاشتم بریم نشونتون بدم خیلی عالی میشه. حتی یه چیز جالب، زیر این کارخونه هستش مثل انباره، 8000 لیتر الان اونجا انبار شده آبزو. این تانکری هم که اینجا نشون میده میگه 63 سالشه و حدود 30000 لیتر آبزو داخلش جا میگیره برای تولید اینا. الان میره استخ دارم بچه، بریم استخ. این خانواده‌ای که اینجا زندگی میکنن گفت اینجا زندگی میکنن که از این تاوره به بعد تموم میشه خونه و بخشو اداری و ایناست. یه بیزینس خانوادگیه. بعد از اینا ازش میپرسن خوان تو هم از اهل این خانواده اینجوری مقام بالایی گرفتی؟ رئیس بخش تولیدشونه با سن کم. میگه نه. حالا یه شوخی دیگه ای هم کردن، بردکه رو ببین. اول توی این تانک میریزن آب و مالت خالی، دو تاشو با هم قاطی میکنن اینجا، بعد میبرن تانکر دومی که نشون دادم فیلتر میکنن. بعد اینکه فیلتر شد و سارش در اومد، میادن این سومیه و اینجا میپزنش داخل این گرما میدن و به مدت یه ساعت پخته میشه. This was built. Listens a little bit boring, but it's a very special part of our beer. So I have started my brewmaster, I think, beer, but you have the half of the time you talk about water. Region in that mode, it's very hard water, and we need very soft water to get a good beer. So don't wonder why we have so much salt. So the next one is what we choose is malt. We choose the whole time barley malt, but sometimes also wheat malt or other grains that color into the beer, and it tastes like coffee or something. We also have a coffee stout that we make, so we have a very beer. We work with this kind of hops, so that means the starts the fermentation and makes a normal taste.
So what we have brewed here is kind of sugar water, a bitter sugar water. And the yeast bring inside. Technology or این زن نمیدونم حیوتن سه بخشیه، گفت میریم یه بخش دیگه حالا خط تولیدی زایی بریم کجاست. پرسیدم که ویدیو میشه گرفت، گفت آره. اینجا مواد اولیه و اینا برچسباشونه مثلا. این آبزای 5 لیتریه، اونایی که مصرفشون بالاتره از اینا میگیرن. این برم هست. چرا باید انبار یه ساختمون طبقه 3 باشه؟ واقعا چرا؟ ولی واسه بیزینس خانوادگی بدم نیست. فکر کن ساختمون رو بزرگ داری، آبزو میزنی، خانوادت خوشحالن، درآمد خوب، تو شهر خوده، به اسم شهر خوده. بچه توضیح میداد که یه گازی توی خط تولید تولید میشه توی یه بخشی که زیرو تو میگن بهش انگاری، و باعث کشته شدن سالی 9 نفر میشه توی کل آلمان. و اینو توضیح میداد که خطرناک، مراقب باید باشیم اینا تو اضافی نریم. بچه میگه این آبزوهای مخصوصی هستش که 11% الکل میگیره. 11 خیلی زیاده الکل آبزو. 5%، 4.8%. همین که الان به مدت 4.8. اینا رو کی میخوره؟ 2 لیتریه. 2 liters inside. If the doctor say you have to drink only one beer at the day, every day, just take one of these. You can get the big one here. No, مال همونی که پایین دیگه. همون زوی خودمونه دیگه. خاصی for the restaurants and bars. ها اینا چیزای تبلیغاتیه واسه زیر آبزو میذارن لیوان یا حال میخورن و میذارن رو چیز تبلیغاتیه به رستوران هم میدن. حالا اینجا انبار کارتون و مواد اولیه و ایناست زیر شیروانیه. چه انبار باید طبقه آخر باشه؟ از اونجا اومدیم یادتونه؟ اینجا شهر دتموند، شهر خوشگل ما، عالیه، ترتمیز، ساکت، تمیز، خوشگل، مردمان خوب و پولدار، مردم این شهر واقعا پول دارن. بچه اصلشون هم خودشون تولید میکنن، اون کندوها رو میبینین، الان اونو توضیح میداد. و تو تولید آبجو لازم میشه، بعد از محصولات خودشون استفاده میکنن. گفتم بابای منم داره، خیلی خوشحال شد پرسید کجا چجوری. سالبه. ها توضیح داد، گفت اینا ماشین های کلینینگ هستن برای جداسازی مثلا غلاتی که میخرن، زوی که میخرن سنگوینا داره دیگه، اینا تمیزشون میکنن و خالصشون میکنن، ترتمیز، بعد میره واسه خط تولید. خیلی باحال. اینا اینجا داد دست بچه. And it becomes a powder or no, we break it, we only break it, we don't make a whole one. بچه میگه شیرینه، بذار بخورم ببینم واقعا شیرینه. میگه گندم خالی رو نمیشه خورد. اینم صفت داره کی میگه میشه خورد؟ ولی واقعا شیرین خوشمزه است، ولی نرم هم هست، یه ذره نرم شده، نمیدونم چرا. البته این زوی گندم نیست، میگه گندم به همشون، نمیدونم اینا شاید به زوی یه چیز دیگه میگن. کوکائین هست؟ That's cocaine. It's a little bit too very expensive cocaine. You want to test some? So we want to break it. یه ویو خوب از شهر بدم. خوش آمدین به شهر دتموند. اینجا شهر کوچولوی ما هست، 100,000 نفر جمعیت داره. به قول خودشون یه شهر لاولی و تمیز و شیک و پیکه. خونه منم دیده نمیشه از اینجا، از این بره مرکز شهرم اونجاست، دیده نمیشه ایچ کدوم. اینجا ساختمون بلند اصلا ندارن آلمان، میبینی همه ویلای توره. اینجا هم حیاتش میگه که قبلا خانوما آبزو تولید میکردن، کار مردان نبوده، کار خانوما بوده. همین اصلا بیزینس از قدیم واسه خانوما بوده و الان هم صاحبش خانوما. سه تا خانوما شد، یکی از صاحبان کارخانه. It's Friedrich gestartet. این کالکشن قدیمی برش بستاس نمیشه بینو دستا، خیلی گرون و عتیقه ایه. بریم
اینجا هم لیوانه قدیمشونه بذار نمیشه دسته اونایی که میان اینجا بازدید معمولا میان اینجا آبزو میخورن تا دلشون بخواد ما هم میتونیم هر چقدر دلمون بخواد آبزو بخوریم مشکلی نیستش این لیوانه مخصوصی که میبینیم اینجا فشار بدی از زیرش آبزو پر میشه و میتونی بخوریم اینه توی بارها صدا رو ببین اینجا دقیقا همون جاییه که حتی تولید اصلشونه اون دیگه جدید اینا دیگه مسی نیستن و میبینی که خط تولید واقعی اینجا تولید میکنه اینا رو الان میریم همه رو نشون رو صدا نمیاد دیگه نمیدونم من خودم صدای خودم رو نمیشنم نمیدونم چجوری میشه میگه اون تانکر اونجا 55,000 لیتر ظرفیت داره میگه که دست بزنید نم داره به خاطر اینکه سرده آبزو توی دمای سرد تولید میشه یه همچین چیزایی توی این مرحله انجام میشه اینجا قطعات که باز میشه تو مرحله تولید ضدعفونی میکنن برای استفاده دوباره این قطعات که اینجا میبینین بعد هر بار استفاده یخ زده قشنگ اینجا مرحله مخمر اضافه کردنه این تانکرهایی که دیدی یه بوی بدی میده به خاطر مخمره ییست بهش میگن ییست تانکرها رو ببین مخزن دیگه یه چیز اسپشیال میخوام نشونتون بدم خاص و چراغ رو روشن کردین هر کدوم از این تانکرهایی که میبینید توی دیوار رفته 30,000 لیتر آبزو توشه ها اینو انباره بعضی هاشون خالی این چهارمی دیدید داره یواش یواش رو مسر میکنه نباید دیگه بیشتر بخورم بچه ها معرفی میکنم این دستگاهی که شستشون هم انجام میده $1,000,000 €1,000,000 ناگاوله پولی نیست یه میلیون این لولو هم البته روشه اینا رفته تا میگه که وقتی سین و محصول تولید میکنیم و مزهشون و طعمشون فرق داره هر بار باید شسته بشه این مخازن و کارش این دستگاهی که میگه خیلی جدید خریدیم $1,000,000 خورده ای هم پول دادم بابتش همینه که مخازن و خط تولید رو میشوره تمیز میکنه همه چی رو آماده میکنه خیلی سریع برای محصول بعدی میبرم با خودم سرسده میکن بچه اینجا آبزوهای مخصوص و گیرونشون تولید میشه برای همین تانکراشون کوچولوه زیاد بزرگ نیست چون تولیدشون محدوده و گیرونن این آبزو این نماد بین‌المللیشون هستش که از اسم خانواده الهام گرفته شده اشتغالات هستش اسم خانواده انگار فامیلشون همسکه باید که من قدیمه صنایع دستشون از مصر اینا رو نشونت دادم اینا دیگه سه تا داشتن آه اون لیوان آبزو باید تو این خورفه کم 4 لیتریه اینا وسایل قدیمی واسه تولید آبزوه و الان خوب جدیدشو دارن نیازی به این چیزا نداره خدا واو اینجا رو ببینید انواع غلات واسه تولید آبزو اسمشون رو ببینید حالا وینا، منشن، پالویت، دارک بیت طعم و رنگشون فرق می‌کنه. It's real. Yeah, it's working. This is a coffee. It's coffee. Yes. At 10 o'clock at the morning, we have also old people. They come in. Yeah. And it will be later. Ha, اینا صاحبای کافه هستن. این سه خانم. حالا این شوهر فکر کنم اینا یکشون ازدواج کرده میگفتن. باره این مالا قدیمه دیگه این تازه رو انداخته بودن اینجا بعد زنگ این هم اکسش این نمیدونم کیه بچه این محال من بکنم خوکی اگه اشتباه نکنم امیدوارم من زیاد خوک دوست ندارم نمیخورم اونایی که گیاه خوردن از این غذا دادن شنسل چیه نمیدونم چی گیاه خوردن بریم سراغ غذا
No, because I live in the city. I don't have any money. You're welcome. And ask him like, hey, I will do my next semester. اینم از ویدیوی ولاگ کارخونه هابتوسازی تمام شد. ساعت 5:30 عصر و کارخونه رو تعطیل می‌کنم. اومد گفت اگه میشه کم کم جمع کنیم، می‌خوایم کارخونه رو تعطیل کنیم ببندیم. اینم کالکشنشونه که نشونتون دادم. خیلی خوش گذشت. ما بچه‌ها اینترنشنال بیرون اینا نمی‌رفتم قبلا. حالا اوایلش که کرونا بود کلاس‌های ما آنلاین بود. اینم ترم جدیدین، اکثرا بچه‌های ترم جدیدن. رشته ما هم هیچ کدوم نیستن، رشته‌های دیگه هستن مثل کارآفرینی، معماری و غیره. همین بود، امیدوارم از ویدیو خوشت اومده باشه. تا ویدیو بعدی میبینم اتون.